با سلام و احترام به قسمت نهم دوره آموزش C++ خوش اومدید. تو این جلسه میخوایم در مورد فایل های هدر صحبت کنیم، ببینیم که این فایل ها چی هستن و چرا باید از اونها استفاده کنیم. علی ارجمندی هستم، عضو تیم برنامه نویسی فرکیان تک، در طول این دوره همراه شما. خب ببینید، خیلی از زبان های برنامه نویسی مثل C# یا مثل جاوا از فایل های هدر پشتیبانی و استفاده میکنن. میخوایم ببینیم فایل های هدر چی هن، از کجا اومدن، سر کله شون کی پیدا میشه. ببینید کلن دو نوع فایل داریم. یه سری فایل ها هستن که منطق برنامه رو اونجا مینویسیم و بعدا کامپایل میشن، تبدیل به باینری میشن، دقیقا مثل فایل های CPP که تا الان باشون کار کردیم. یه سری فایل های دیگه هم هستن مثل فایل های هدر که تا الان یه خورده شاید براتون عجیب غریب باشن که چی هن و از کجا اومدن. باید بهتون بگم که این فایل ها خیلی کاربردی هن و مخصوصا اونجا کاربردشون به چشم میاد که شما یک سری تابه نوشتین و میخوان این توابه رو توی فایل های CPP متفاوت معرفی کنیم و ازشون استفاده کنیم. پس توی همین جلسه میاییم به طور کامل و مفصل روی موضوع هدر و نحوه کار کردن اونا بحث میکنیم. ببینید دوستان، ما هرچی این دوره رو پیش میریم، هرچی با هم دیگه میریم جلوتر، یک سری مفاهیم و کانسپت هایی رو با هم یاد میگیریم که نیاز به فایل هدر دارن. پس اصلا از این مبحث نگذرید، این رو خوب یاد بگیرید تا براتون جا بیفته. مادامی که داریم C++ رو به صورت مقدماتی یاد میگیریم، زمانی از فایل های هدر استفاده میکنیم که یک سری تابه رو نوشتیم و میخوایم توی فایل های C++ مختلف اونا رو معرفی کنیم. تو جلسات گذشته در مورد تابه، در مورد اینکه چطور تو فایل های مختلف اینا پیدا میشن، لینک میشن، کامپایل میشن صحبت کردیم. ولی خب بخوام یه بار دیگه بهتون یه چیزی رو یادآوری کنم. ببینید، ما تابه رو یک بار میسازیم، یعنی یک بار به وجود میاریم، اصطلاحاً بهش میگن دفینیشن که کلمه فارسی بخوام براش به کار ببرم میشه تعریف کردن. و بعد از اینکه ما یک بار اومدیم یک تابه رو تعریف کردیم، میتونیم تو فایل‌های مختلف از اون استفاده کنیم. به چه صورت؟ به این صورت که ما مجبوریم بیایم این فایل‌ها رو معرفی کنیم. خب یه بار تعریف کردیم و میتونیم بارهای مختلف اینو معرفی کنیم و به C++ بفهمونیم آره یه همچین تابه‌ای وجود داره، برو دنبالش بگرد. خب پس به اصطلاح معرفی کردن میگن دکلریشن. خب پس ما یه دفینیشن داریم، یه دونه دکلریشن داریم، تعریف کردن یا معرفی کردن. خب خیلی سریع من بخوام این رو مثالش رو دوباره بزنم براتون. ببینید، من اینجا یه تابه می‌نویسم به نام لاگ که ورودی میاد یه دونه مسیج رو میگیره، چار مسیج، و تو بدنش هم کافیه که بیاد مسیج رو برامون سیات کنه. STD دو نقطه دو نقطه سیات مسیج. خب من الان یه تابه نوشتم، میتونم هر وقت که دلم خواست صداش بزنم و ازش استفاده کنم. میام توی پروژم یه دونه فایل C++ جدید میسازم، برای مثال اسمش رو میذاریم، خب اسمش رو یادم رفت بذارم، کلیک راست میکنیم، رینیم میزنیم، اسمش رو میذارم log.cpp log. خب من یه فایل log دارم، تابه رو اینجا میذارم، تابه رو اینجا تعریف میکنم، اسمش رو میذارم مثلا init log. میخواد قراره که اینیشیالایز کنه. خب یعنی که حالا اصطلاح خارجش رو نمیخواد درگیرش بشید. من میخوام یه تابه داشته باشم با یک اسم دلخواه که اسمش رو شما میتونید تغییر بدین، با این تفاوت که میخوام توی بدنه این تابه، تابه لاگ خودم رو که اونور نوشتم رو صدا بزنم، بگم لاگ، برام لاگ بنداز و کلمه مثلا فرکیان تک رو پاس بده. خب همطور که میبینید من اینجا دارم ارور میگیرم، اینجا دارم ارور میگیرم. چرا؟ چون که تاب لاگ رو نمیشناسه، نمیدونه که توی تاب اینوری، تو پوشه مین، توی
فایل main.cpp من اومدم لاگ رو تعریف کردم. خب راه حل این چیه و من باید چیکار کنم؟ من دنبال روشی هستم که بیام به این فایل log.cpp بفهمونم که یک همچین تابعی وجود دارد. خب اینجاست که باید از مفهوم declaration استفاده کنم. یعنی چی؟ یعنی بیام معرفی کنم، بگم که یک همچین چیزی وجود داره. خب چطور این کار رو انجام بدم؟ کافیه که این تیکه بالای تابع رو که باعث شده تابع به وجود بیاد رو کپی کنیم، دقیقا این بالا پیست کنیم و یک سمیکالن آخرش بذاریم. خب این باعث میشه که کامپایلر بفهمه که همچین لاگی وجود داره و بعد لینکر بره پیدا کنه، لینک بزنه و ما کلن قبلا توضیح دادیم که چی میشه. ارور برطرف میشه و من با زدن دکمه کنترل F7 میتونم فایل رو کامپایل کنم و بهم سکسس میده، یعنی که اوکی شده، همه چی الان اوکیه. خب من تو فایل مین خودم که باشم، چون که تابع من اینجا تعریف شده، این بالا تعریف شده، من میتونم از این تابع این پایین راحت استفاده کنم و بگم مثلا لاگ هلو و هیچ اروری به من نده، چون که این بالا هست میشناسه. من زمانی مشکل دارم که میرم توی یک فایل دیگه و دنبال این تابع میگردم. خب ما کامپایل کردیم، دیدیم اوکیه. برای اینکه قشنگ مطمئن بشیم، من میام کل پروژه رو بیلد میکنم، یعنی که نه فقط فایل log.cpp، میام فایل main.cpp و کلن همه رو درگیر میکنم و لینکر میاد وسط، همه چیز که با هم اجرا میشه، بازم برنامه من به خوبی کامپایل میشه و قابل اجراست. خب پس ما یه راهی پیدا کردیم که تونستیم بیایم توابعی که تو فایل های مختلف هستن رو به همدیگه معرفی کنیم و ازش استفاده کنیم. حالا یه سوال، اگر من بازم بخوام یک فایل جدید بسازم اینجا و بازم بخوام از تابع لاگ استفاده کنم، بازم مجبورم که این تیکه بالا رو کپی پیست کنم؟ خب جواب 100% بله هست. من مجبورم این کار حتما انجام بدم. من مجبورم توی هر فایلی که میسازم، هر جا خواستم از لاگ استفاده کنم، این قسمت دکلریشن رو انجام بدم و اون رو کپی پیست کنم. اما یه راهی هست که من میتونم این کار رو یه خورده شکیل‌تر و راحت‌تر انجام بدم، یعنی کمک گرفتن از فایل‌های هدر. خب اینجاست که فایل‌های هدر میاد تو و میتونیم این مثال رو الان روی فایل هدر بزنیم ببینیم که چی میشه. یادتونه ما گفتیم فایل هدر رو وقتی که میایم از هشینگ کلود استفاده میکنیم و یک فایل هدر رو بهش معرفی میکنیم، اتفاقی که میفته اینه که کل محتویات اون فایل هدر رو دقیقاً کپی پیست میکنه توی فایل سی پی پی مون. خب پس الان من اسم کپی پیست رو آوردم، متوجه میشیم که اینجا میتونه کمکمون کنه. یعنی اگر من این قسمت رو توی یک فایل هدر بنویسم، اون رو به راحتی میتونم هر جا هر وقت که دلم خواست توی هر زمانی کپی پیست کنم و ازش استفاده کنم. خب بریم یه فایل هدر بسازیم. من فایل هدر رو کجا میسازم؟ این فایل مال پروژه قبلیه، پاک میکنم، میخوام باشه، ریموف. خب از اول میسازم. خب یه دونه اینجا پوشه هدر فایلز داریم که البته بهتون بگم لازم نیست حتما توی این پوشه هدر فایلز این هدر رو ایجاد کنیم. من میتونم تو پوشه سورس هم ایجاد کنم، توی هر جا. فعلا در حال حاضر برای سیستم فرقی نمیکنه تو کدوم از این پوشه ها باشه، اینا همشون سطح دسترسی یکسانی دارن. ولی خب برای اینکه منطقی تر باشه، من میام توی هدر فایلز یه دونه فایل هدر میسازم، میگم از نوع هدر، اسمش رو میذارم log.h. خب log.h به وجود میاد. اولین چیزی که توش نوشته پراگما وانسه. پراگما وانس همطور که میدونید اینه هش خورده پشتش، به این معنیه که یک پری پروسس هست، یعنی که قبل از اینکه برنامه بخواد انجام بشه یا اتفاقی بیفته یه کارهایی رو انجام میده. یه خورده بریم جلوتر تو همین قسمت میگم چیه، ولی خب بذارید قبلش مثال خودمون رو تکمیل کنیم. من میام اینجا تو پوشه تو فایل log.cpp این رو کات میکنم، یعنی پاکش میکنم از اینجا، میارم تو فایل هدرم، اینجا پیستش میکنم و بعدش میام تو فایل همون log.cpp. اینجا الان داره به من لاگ رو ارور میده، کافیه که من بیام بگم هش اینکلود
و بیام بهش اسم log.h رو پاس بدم به همین راحتی. خب الان ارور این برطرف میشه، خب شد. و اگر من کنترل F7 رو بزنم این فایل رو کامپایل کنم، میبینیم که بازم بدون مشکل انجام شد. حالا بریم یه سری هم به main.cpp بزنیم. ببینید اینجا خود لاگ اینجا تعریف شده، ببینید لاگ اینجا تعریف شده و قسمت معرفی کردنش رو بردم تو یک فایل هدر گذاشتم و هر جا میخواستم ازش استفاده کنم اون هدر رو آوردم کپی پیست کردم. پس لینک میخوره خودش اتوماتیک به این تابه و این تابه که توی این فایل هست همه جا شناخته خواهد شد. خب اگر من بیام توی این فایل این بالا بیام هش اینکلود کنم، بگم هش اینکلود بازم همون log.h رو log.h، با این که بدن تابه اینجاست ولی با اینکلود کردنش هیچ مشکلی پیش نمیاد و بدون ارور با زدن دکمه کنترل F7 برنامه من کامپایل میشه. خب یه نگاه کنیم ببینید من اومدم یه تابه نوشتم اینجا قبلا، خب به نام init log. خب این تابه هیچ جا شناخته نمیشه و تنها کسی که ازش خبر داره فایل log.cppه. به چه معنی؟ به معنی که اگر من بیام توی main و بیام اینجا بگم که init log پرانتز باز بسته به من ارور خواهد داد و میگه من این رو نمیشناسم. خب برای این هم باید دقیقا همین کار رو کنیم. یعنی چی؟ یعنی من بیام این تیکه بالاش رو، این قسمت رو یک بار این بالا اضافه کنم. خب به جای اینکه این کار رو کنم میتونم برم تو پوشه log.h یعنی هدری که ساختیم اینجا اضافه کنم. خب این باعث میشه که این متن هم کپی پیست بشه این بالا و مشکل این حل شه. پس با اجرا کردن این قسمت میبینیم که فرکیانتک و هلو اجرا میشه. خب فرکیانتک که از همین init log میومد اینجا و هلو هم که دقیقا از اینجا میومد. اوکی پس به این صورت تونستیم یک فایل هدر بسازیم و نیازهامون رو برآورده کنیم. خب برای اینکه یه خورده مرتب‌تر عمل کرده باشیم اینجا تابمون رو نوشتیم. دلم میخواد این یکی تابه رو از اینجا وردارم ببرم توی این یکی فایل. اتفاقی که میفته اینه که اینجا به سی اوت گیر میده، کافیه که بیام هش اینکلود کنم، هش اینکلود آیو استریم. خب با اینکلود کردن آیو استریم مشکل اینم حل میشه. الان خب این یک برنامه تمیز رو الان ما نوشتیم و کار میکنه. خب قرار شد بریم که ببینیم این کجاست، این پرگما وانس چیه. پرگما وانس به این معنیه که همجور که پشتش هش اومده یه کاری رو میخواد بر ما انجام بده. وقتی ما پرگما وانس رو استفاده میکنیم به این معنیه که این هدر، این محتویات هدر هر جا که اینکلود میشه، برای مثال مثلا توی فایل main.cpp اینکلود شده، فقط یک بار اینکلود شه و اگر قرار داپلیکیت بشه، اگر قرار سهواً دو بار من بخوام از این استفاده کنم، دو بار پای سر همین رو اینکلودش کنم، یعنی به این شکل اجرا نشه، یعنی اتوماتیک خودش هندلش کنه و برنامه من شلوغ بلوغ نشه. خب بعضی از دستورات هستن، اگر دو بار اتفاق بیفتن خب ارور میدن. برای مثال ببینید من مثلا میگم استراکت، یک استراکچر میخوام بسازم، استراکت یه اسم براش میذارم پلیر. خب مهمم نیست خالی باشه، اصلا میخوام خالی باشه. فقط همین رو اگر بیام یک بار دیگه تعریفش کنم، موقعی که میخوام کامپایلش کنم اروری که به من میده میگه این پلیر قبلا ساخته شده، خب نمیتونی ریدیفاینش کنی، نمیتونی دوباره این رو بسازیش. خب پس فقط در صورتی من به ارور نمیخورم که این یک بار تعریف شده باشه. یه بار دیگه من کامپایل میکنم. خب دیدیم که الان در صورت این که من یک بار این مثال رو نوشته باشم ارور نمیده ولی دوبار شه ارور میده. خب الان ازم میپرسید یا پیش خودتون فکر میکنید که مگه من خنگم که بیام دوتا این کلود رو پشت سر هم انجام بدم؟ نه،
نگاه کنید، این نیست که شما مستقیما دو تا خط رو پشت سر هم بنویسید. بعضی وقتا شما یک چیزی رو اینکلود میکنید که داخل اون فایل هدر قبلا یه چیز دیگه اینکلود شده باشه و برای مثال تکرار میشه، یعنی شما متوجه نمیشید. مثلا من میام یه فایل هدر جدید میسازم، اسمش رو میذارم test.h. خب این test.h داخلش اینکلود شده هش اینکلود برای مثال لاگی که داشت. خب و خب این ورم لاگ رو داریم، میایم اینجا، ببخشید من تو فایل مین میخوام توضیح بدم، هم log.h رو داریم و همزمان من میام اینکلود میکنم فایل تست رو، هدر تست رو میارم تو. ببینید من عملا اینجا یه کار تکراری رو نکردم، ولی ناخواسته اتفاقی که افتاده اینه که ما تو test.h log رو داشتیم، بعد خود log رو هم اینجا آوردیم. پس اگر من توی log.h استراکت پلیر رو داشته باشم، پلیر خب و باز و بسته، اوکی، در صورتی که من پرگما وانس رو نداشته باشم کامنتش کنم، اتفاقی که اینجا برام خواهد افتاد اینه که موقعی که من دارم برنامه رو اجرا میکنم به من یک ارور خواهد داد و میگه پلیر دوبار دیفاینش کردی، بهم ارور میده. خب چرا؟ چون لاگ الان دوبار صدا زده شده، یعنی این خط دوبار اجرا میشه، دوبار کپی پیست شده. مادامی که من بیام این رو بذارم اینجا و پرگماوانسش کنم، میبینید که دیگه این اتفاق نخواهد افتاد و خود کامپایلر متوجه میشه که نباید این رو دوبار انجام بده. خب اینم از قسمت پرگماوانس بودنش، خیلی به معمولا وجود داره، سعی کنید پاکش نکنید مگر اینکه حالا در مواقع خاصی باشه. آخرین مسئله ایم که در موردش صحبت نکردیم اینه که ببینید ما اینجا اومدیم یه سری اینکلود انجام دادیم دیگه. شاید از خودتون بپرسید چرا بعضی وقتا اومدم از دبل کوتیشن استفاده کردم و چرا بعضی وقتا اومدم از این براکت ها استفاده کردم، فرق اینا چیه، چه فرقی میکنن؟ تفاوتی که وجود داره اینه که ما زمانی از دبل کوتیشن استفاده میکنیم که فایل هدرمون توی یک دایرکتوری نزدیک به این فایلی باشه که ما داریم میخونیمش. خب برای مثال الان این براحتی میتونه پیداش کنه، ولی اگر log.h من یک پوشه عقب تر بود، من اینجا میمونم میذاشتم دو نقطه اسلش، یا مثلا اگر توی یک فایلی به نام مثلا یک پوشه یا دایرکتوری به نام تست بود میگفتم تست اسلش لاگ. اوکی، پس وقتی کوتیشن میذاریم این اتفاق میفته، میره تو دایرکتوری های نزدیک و مرتبط به فایلمون دنبالش میگرده. اما براکت چیه؟ این براکت ها زمانی استفاده میشن که ما میخواییم یک سری فایل هدر رو از داخل پوشه ای که خود C++ در نظر گرفته و هدرهاشو اونجا میریزه انتخاب کنیم. ببینید یک پوشه ای وجود داره که فایل آیاستریم اونجاست و ما مادامی که میاییم از این علامت استفاده میکنیم داریم به اون دایرکتوری اشاره میکنیم. من کلیک راست میکنم رو آیاستریم، بین گزینه ها گزینه go to document وجود داره. اینجا میبینید که هدر آیاستریم چه چیزهایی داخلشه. خب و اگر من باز بیام روش کلیک راست کنم و بزنم open folder، میبینید که این همون پوشه‌ایه که گفتم داره بهش اشاره میشه. خب فایل iostream اینجاست، خیلی از کتابخونه‌ها اینجان، میتونید ازشون استفاده کنید و کم کم باشون آشنا شید. منتها یه نکته ریز دیگه هم میمونه این وسط، اینکه چرا اینا .h دارن ولی iostream .h نداره؟ چرا فرمت بعضی از هدرها مشخصه ولی بعضی از هدرها مشخص نیستش؟ دلیلش به خاطر اینه که خب iostream رو خود C++ ساخته و کتابخونه‌ایه که مخصوص C++ه، پس دلش خواسته و خودش خواسته که .h نداشته باشه
و به این دلیل که یک سری کتابخونه های مشترک یا یک سری هدر های مشترکی بین سی و سی پلاس پلاس وجود دارن که توی هر دو اینها کار میکنن و برای اینکه شما تشخیص بدید کدومش روی سی کار میکنه اومدن اونها رو دست نزدن و دات اچ آخرشون دارد و اینی که آیو استریم و دات اچ نداره به این معنیه که تو سی کار نخواهد کرد. دلیلش اینه. خب به طور کامل با هدرها آشنا شدیم، مثال زدیم کامل، کم کم اگر دوره رو پیش بیاد با هم دیگه بریم جلو میبینید که من چجوری قرار از اینا استفاده کنم در عمل در پروژه های دیگه، و امیدوارم که لذت برده باشین. بازم به آخر جلسه رسیدیم. شعار همیشگی ما Make it silly simple، یا به قول مهندس سیمان فرحی، قدرت در عین سادگی. شبکه های اجتماعی ما رو داخل لینکدین، فیسبوک، آپارات، تلگرام و اینستاگرام فراموش نکنید. یوتیوب ما رو حتما سابسکرایب کنید و از وبسایت ما به آدرس farkentech.com دیدن کنید. اونجا کلیپ رایگان داریم، جزوه داریم و کلی مسائل مربوط به کامپیوتر رو اونجا مورد بررسی قرار دادیم. پل ارتباطی با منم a.arjumandi@farkiantech.com. موفق باشید. خدا نگهدار.